شب و روزتان خوش در هر کجای این کره خاکی که هستید. امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. من احمد رفعت هستم و همراه با بسیاری که نظرشون رو در رابطه با مجازات اعدام شنیدیم این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. با یک کلیپ موسیقی شروع میکنیم. پس از یه تکرار روزمره روز با تو تا تیشه این شب مسخره، یکی یو گای میدیدیم و میگفتیم پدره پدره، ولی وقتی تا وقتی زنده است پدره. بعد مادر موند و لباس های چرک مردمم توی گل گرگ و تو کوچه ها گم، سهم داداش از دنیامون اعتیاد بود، همه تو سختی بودیم واسه اون زیاد بود، بس نبود واسه یه لقمه نون تو سری خوردن، همه چی رفت جز آبرو که اونم بردن. کسی خواهرمو ندید دوباره تو محله، من واسه چی زنده بودم این بود مسئله، که شاید این زندگی ورق بخوره به جای برسم دیگه عرق نزوره از پیشونی و شرمی که تو چشامه، ولی کی میدونه ساخر آقابت ادامه، که صدا به داد ما نرسیده خفه شو، قانون یه خیابونه که یه طرفه شو، هرچی جرممه بگو عبسشو میکشم، من هرچی میکشم همی اجتماع میکشم، وقتی رعی میخن کسایی مثل امثال منو با یه کیلو بره میخرن و میندازن جلو، 30 ساله که کوچه خاکیامون خاکیه، آسفالت خوبه خوبه اما واسه مردن که کسی مثل منو جلو رو دار بزن، یه مش مریضم واسن و تخمه بشکن که فیلم میگیری وقتی یکی تو میکنه، دست مریضم یه مرامه یه هموطنه که نه مرگ منو این دار سلوات داره، امرو من اینجام و فرد سر تو بالا داره، امرو من اینجام و فرد سر تو بالا داره، مثل جون کندن زندگیم و تمام لحظه ها، منم و بغضام و عشقام و درد تنهایی ها، منم و حس بی کسی و از غم پر پر شدن، این یه حقیقت تلخی که دارم از با در میام، من بالا دارم چون کسی منو نفهمید، این همه چشم بود ولی کسی منو ندید، من نمادگی ملت روبن هتاتم، وقتی مرگ میشه جریمه انضباط، بالا دار تا فرصتی واسه نصیحت نی، ما که میریم اما تو میمونی نصیحت نی، ما که داریم میریم فقط تو رو جون مولا، اون بچه رو نیار واسه یه تماشا، نظر از الان ذهنش درگیر داشه، نظر این صحنه رو مغزی سواد شه، اونم فردا وقتی که فشار بش بیاد، اونم وقتی بزرگ شد و حدشو بخواد، اونم وقتی عصبی شد از بدی اوضاع، زور میشه منطقش توی اجتماع، اونم میگه جون همه بدن، اونم بد میشه توی کنکور بد زندگی رد میشه، ما بد بودیم شما اما بدتر بود، یه جنبی میزنه دت زمین خیلی زود، کدوم ما که یه جوری داریم میریم فنا، اون بالا یا خوشحالترم میشن دادا، ما که رفتیم اما تو یکی مثل من نباش، چیزی رو بذار زمین قلم بردار بجاش، حالا منم اونجا و چشای تو تنابه دار، بکش صندلی رو از زیر پام سرکا، مثل جون کندن زندگیم و تمام لحظه ها، منم و بغضام و عشقام و درد تنهایام، منم و حس بی کسی یا از غم پر پر شدن، این یه حقیقت تلخی که دارم از با در میام. نظر شاهین نجفی و مجید کاظمی رو در رابطه با مجازات اعدام از طریق این قطعه شنیدیم. ما همونطوری که در ابتدا گفتم جویای نظر ایرانیان گوناگون در سراسر جهان شدیم ببینیم که چرا با مجازات اعدام موافقن یا مخالفن، آیا فکر میکنن که مجازات اعدام کارایی برای کاهش جرم داره،
امنیت رو افزایش میده یا برعکس هیچ گونه تغییری ایجاد نمیکنه. از بین کسانی که باشون صحبت کردیم تنها یک نفر گفت که با مجازات اعدام موافقه. ما در ابتدا این نظر رو پخش میکنیم. من به طور کلی و مطلق با حکم صدور حکم اعدام مخالف نیستم، بلکه اعتقاد دارم یک سری استثناهایی باید قائل شد برای صدور حکم اعدام، اونم در مورد جنایتکاران یا به اصطلاح جنایتکاران خیلی خطرناک برای جامعه که حتی بودنشون در زندان برای حبس ابد، با توجه به اینکه خیلی از کشورها هم حبس ابد به حال بعد از 20 سال 30 سال شامل حال آزادیشون میشه و واقعا هم حبس ابد نیستش، فکر می‌کنم در اونجور موارد همچنان باید حکم اعدام در مورد اون نوع افراد به اصطلاح اجرا بشه، چون حتی بودنشون در زندان هم به حال به جامعه امنیت روانی نمیده. مثلا در مورد ایران من چند نمونه، مثل چند سال پیش، تقریبا در 12 سال پیش، کسی مثل محمد بیجی که اون موقع یک قاتل زنجیره‌ای بود و معروف شد به پرونده پاک دشت که نزدیک به 30 و 36 نفر کودکان رو به اصطلاح میدوزید و تجاوز میکرد و تکه تکه میکرد و میسوزوند، به نظر من همچین آدمی حتما باید اعدام بشه و حبس ابد دادن بهش یا اعدام نکردنش ظلم به جامعه هستش. واسه همین من در مورد این موارد استثناء قائلم و اعتقاد دارم به طور مطلق نمیشه گفت حکم اعدام رو باش مخالفت کرد، ولی خب در مورد حکم اعدام در مورد کسانی که عقیده مخالف دارن یا حتی به اصطلاح جرم‌های کوچکتری انجام میدن یا حتی جرم‌های بزرگتری انجام میدن ولی تصادفی است و شاید پروسه زمان بتونه بیگناهیشون رو ثابت کنه، بله در مورد اونها اعتقاد دارم حکم اعدام نباید صادر بشه. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حداقل 212 نفر در ایران اعدام شدند. 10 نفر هم در ملأ عام اعدام شدند، نه در درون زندان ها. این روند با آغاز به کار دولت جدید به ریاست آقای روحانی کاهش پیدا نکرده. ایران سالهاست پس از چین در فهرست غم‌انگیز کشورهایی که مجازات اعدام در احکام کیفری و جزایشون دارند در نقش در مقام دوم قرار داره. البته اگر ما جمعیت چین رو با جمعیت ایران مقایسه کنیم، اون زمان جمهوری اسلامی ایران در مقام اول خواهد بود. در ایران بسیاری از کسانی که در سنین نوجوانی 14، 15، 13 سالگی مرتکب جرم هایی میشند که بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی، قوانین جزایی جمهوری اسلامی مجازاتشون اعدام یا قصاصه، محکوم میشن به این مجازات ها، ولی خب در اکثر موارد بعد از اینکه به سن 18 سالگی رسیدند این اجرا به گذاشته میشن این احکام. زندانی به نام زاره هستم، یه سال است که تو زندان عادل‌آباد شیراز محبوسم. من قاتل هستم، من در سن 15 سالگی مرتکب قتلی شدم، من از گردار خودم پشیمون الان هستم. شما ای مدافعان حقوق بشر، شما ای انسان های آزاد، منو نجات بدید. دیگه اتفاق تصادفی بود، خواهش میکنم منو نجات بدید. من میخوام زنده بمونم، من میخوام آزاد باشم، من دارم آخرین روزهای زندگی رو طی میکنم، ممکنه هر لحظه منو به پوه چوبه دار ببرن. آیا خدا راضیه که من در 15 سالگی چشم جهان ببندم؟ ای کسایی که صدای منو میشنوید، آیا کسی هست که به من کمک بکنه؟ من از شما میخوام که صدای من به گوش تمام مسئولین برسونید، میخوام که منو نجات بدید، من میخوام زنده بمونم. صدایی که شنیدید آخرین سخنان بهنام زاره قبل از اعدام در زندان عادل‌آباد شیراز بود. بهنام در سن 15 سالگی مرتکب یک قتل شد و در 18 سالگی در 26 اوت سال 2008 میلادی اعدام شد. حالا چند نظر دیگر رو در رابطه با اعدام با هم بشنویم. من فهم میکنم که مسئله اعدام برپایه در واقع انتقامگیری و به این ترتیب نگاه میکنه که با کشتن یک فرد
مسائل، آسیب ها و مشکلات رفع خواهد شد. و بنابراین من فکر میکنم که مسئله اعدام به عنوان یکی از راه حل های مربوط به جامعه کاملا غلط هستش و تاریخ نشون میده که هیچ کشوری به اعتبار در واقع کشتن افراد دیگر یا اعدام مسائل خودش رو به هیچ وجه نتونسته حل بکنه. شما نگاه بکنید از ایران گرفته، چین گرفته که بالاترین درصد اعدام رو دارند و بر اساس آمار همچنان که میدونیم حدوداً مثلا ایران سالانه 350 نفر و در چین حدود مثلا 400 نفر اعدام میشن که البته تفاوت داره نسبت به سالهای گوناگون، برای که همچنان که میدونیم هر دو کشور، حالا باز مشخصا جامعه ایران، با شدیدترین مسائل در زمینه مسائل اخلاقی، در مسائل جنایی، در زمینه مسائل فساد و غیر و غیره مواجه هستش. بنابراین این تجربه به شکل آشکارا بیانگر این هستش که در جامعه‌ای که در دستور کار خودش اعدام رو قرار میده که به اصطلاح بزهکاری ها و آسیب ها کمتر بشه، به هیچ وجه این نمیتونه کارسا باشه. و از سوی دیگه هم یه بخشی از اعدام ها در ایران اعدام های در واقع سیاسی هستن که این بیان در واقع به اصطلاح اراده حکومت برای نابودی مخالفان خودش هست که این هم باز در واقع کاملا کار ابلهانه‌ای هستش. در هیچ جامعه افراد خاموش نخواهند نشست و مسئله حرکت مبارزاتی و عنصر اجتماعی کماکان با راه‌های جدید به فعالیت خودش ادامه خواهد داد. و بنابراین من فکر می‌کنم که مسئله اعدام از نظر حقوق بشر و از نظر اینکه کار خودشو بر پایه انتقام گیری قرار میده کاملا خطا هستش و ما یکی از وظایفی که در دستورمون باید باشه در ارتباط با جامعه ایران مبارزه کردن برای حقوق بشر هستش، که این مبارزه برای حقوق بشر در ضمن برای لغو در واقع اعدام در کشور ما باید باشه. اعدام در واقع قتل عمدی است که توسط حکومت در قالب قانون صورت میگیره. معمولا حکومت ها بهانه هایی از جمله پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرم و آموزش برای جامعه استفاده میکنن برای اجرای احکام اعدام، در حالی که ما میبینیم که در ازای اجرای هر حکم اعدام چندین قاتل به وجود میاد، از کسانی که احکام رو صادر میکنن تا کسی که طناب دار رو گردن محکوم میندازه و صندلی رو از زیر پاش خارج میکنه، صندلی رو از زیر پاش خالی میکنه. تجربه نشون داده که اعدام نه تنها باعث کمتر شدن جرم در جامعه نمیشه، بلکه در جوامعی که هنوز احکام اعدام رو اجرا میکنند جرم های خشن بیشتر رواج داره. یعنی در واقع اعدام خشونت رو ترویج هم میکنه. جامعه‌ای که در اون انسان ها به بهانه اجرای عدالت به قتل میرسند و حق حیات انسان ها توسط قانون نقض میشه، حقوق بشر معنی خودش رو از دست میده و اجرای احکام اعدام شاید یکی از مهمترین شاخصهایی باشه برای وضعیت حقوق بشر در یک کشور. کشورهای دیکتاتوری اغلب از اعدام برای ایجاد ارعاب در جامعه استفاده میکنند برای ادامه بقای خودشون. اعدام یکی از وحشیانه ترین قانونهاییه که متاسفانه هنوز در خیلی از کشورها برای مجازات مجرمین به کار برده میشه. در واقع به معنای کشتن انسان‌ها به حکم دولت هاست که این اصول سوم و پنجم اعلامیه حقوق بشر رو نقض میکنه. اصل سوم که همون حق زندگی و اصل پنجم که همون رفتارهایی که برخلاف شئونات بشریه مثل شکنجه و اعدام. همونطور که میدونید مجرمین محکوم به اعدام
معمولا قاچاقچیان، متجاوزین به انس، قاتلین و در بدترین نوعش همون قصاص هستش. ولی متاسفانه در خیلی از کشورها اعدام فقط بر پایه اقلیت قومی و یا مذهبیه، یعنی فرد محکوم به اعدام مرتکب هیچ گونه عمل غیر قانونی و غیر اخلاقی نشده. به نظر من هر انسانی حق زندگی داره و دولتی که عمل کشتن رو منع میکنه نمیتونه و نباید همزمان دست به کشتار قانونی بزنه. بنده مخالف حکم اعدامم. اعدام با تولید خشونت آگاهانه در جامعه هستش و اگر کشوری مثل ایران رو در نظر بگیریم، تزریق خشونت و توسعه نابسامانی در جامعه هست، به ویژه به خردسالان و نوجوانانی که به صحنه‌های اعدام و اجرای حکم اعدام برده میشند. یکی از غیر عقلانی کشورهایی که به کنوانسیون جهانی لغو اعدام نمیپیوندند این هستش که عدم اجرای حکم اعدام گویا باعث بروز و توسعه نابسامانی های فراگیر در جامعه میشه، در حالی که در کشورهایی که سالیان متمادی حکم اعدام اجرا نمیشه به مراتب خشونت و نابسامانی های اجتماعی آمارش خیلی پایین تر هستش. حالا به نتیجه می زیکی جدا از این که باستولید خشونت آگاهانه در جامعه است، راهی نیست، ابزاری نیست که نابسامانی های اجتماعی رو بیاره و در کشوری مثل ایران اگرم اشاره بکنیم جدا از اعدام های اجتماعی، حالا به خاطر مسائل اجتماعی، دزدی، قتل عمد و چون این مسائلی، اعدام سیاسی هم وجود داره، به این معنی که تمام سیستم های توتالیتر و دیکتاتوری برای به حاشیه راندن مبارزه مدنی و مبارزه سیاسی در راستای تغییر حاکمیت، حتی اگر همراه با عدم خشونت هم باشه، این هستش که با اعدام های سیاسی هم از فعالین سیاسی زهر چشم میگیرند، هم این که وحشتی در جامعه ایجاد بکنند که هر کی به فکر تغییر نظام باشه با اعدام یا مواجه میشه و عواقبش در واقع اعدامه. این روزها این بحث خیلی بر سر زبان هستش که چین رتبه اول رو در اعدام داره در جهان، ولی خب جمعیت چین 1,400,000,000 نفره، در حالی که جمعیت ایران 70 میلیونه. نسبت به این جمعیت اگر ما در نظر بگیریم، متاسفانه این جمهوری اسلامی ایرانه که اولین کشور جهانه که بیشترین اعدام ها و بیشترین اعدام های زنان و کودکان و خردسالانی که زیر 18 سال هم هستن در اون صورت میگیره. با این اعدام ها در طول حاکمیت این رژیم فساد، فقر، نابسامانی های اجتماعی در واقع رشد کرده و روز به روز هم متاسفانه رشد میکنه. پس اعدام در واقع ابزاری نبوده که به توجیه این کشورها و من جمله جمهوری اسلامی ایران کمک بکنه که به کنوانسیون های جهانی علیه اعدام نمی پیوندن، به امید ایجاد جهانی عاری از خشونت و بدون اعدام. همانطور که میدونیم مسئله اعدام یک مسئله جهانی هست، بعضی از کشورهای پیشرفته هم حکم اعدام رو دارن هنوز، منتها در مورد ایران مسئله به کلی فرق میکنه به دو دلیل. یکی این که سوء استفاده که حاکمیت ایران از این حکم میکنه در قبال زندانی های سیاسی و ایدولوژیک، مثلا آقای یونس آقایان زندانی اهل حق، فقط به خاطر این که اعتقاد مذهبیش با حکومت فرق میکنه به اعدام محکوم شده. و داشتیم در دهه 60 که چندین هزار نفر با این حکم به اعدام محکوم شدن و زندگیشون رو از دست دادن. مسئله دوم اینه که نحوه اجرای این حکم در ایران به گونه‌ای هست که
اولا قبل از اجرای حکم محکوم به شدت شکنجه میشه، یعنی از نظر روحی شکنجه میشه، در ملأ عام که اعدام میشه به نوعی تحقیر میشه که نوعی شکنجه هست، و بازخورد اجتماعی اون به این گونه هست که فرهنگ خشونت رو ترویج میده و این مهمترین مانعی هست که ما در دموکراسی برای برقراری دموکراسی در ایران داریم. به این دلیل مسئله اعدام که در جهان به نوعی ماهیت فلسفی به خود میگیره در مورد فلسفه اخلاق، در مورد فلسفه قضاوت، منتها در ایران مسئله این هست که با زندگی روزمره مردم ایران پیوند داره و به همین دلیل باید سخت کوشانه با این حکم، با این احکام مقابله بشه و این گره کور فرهنگ خشونت رو با این طریق ما باز بکنیم. هیلا صدیقی، شاعر شناخته شده و محبوب بسیاری از جوانان در ایران، در رابطه با اعدام نوجوانان شعری سروده است. زیر 18 ندارد حق رأی، چون که هم کودک است و هم خام است. هر شعار قشنگ و قلابی بر سر انتخاب او دام است. فهم او از سیاست احساسی، درکی از انتخاب برتر نیست. زیر 18 اگر ندارد فهم، پس چرا مستحق اعدام است؟ در ادامه چند نظر دیگر در رابطه با مجازات اعدام. من مخالف اعدام هستم. به نظر من اعدام یعنی پاک کردن صورت مسئله و پاک کردن صورت بسیار از مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره و نهادینه شده، اما نمیتونیم حلشون کنیم، سعی میکنیم ظاهر قضیه رو پاک بکنیم. چرا کسی رو میخوایم بکشیم و جانش رو بگیریم؟ مگر ما کی هستیم که بخوایم چنین کاری بکنیم؟ بسیاری از مردم ما به خاطر آموزه های اجتماعی، دینی، عرفی، حالا هر چی میخوایم اسمش رو بگیم، راجع به هر کس که مثل خودشون نیست طوری فکر میکنن که بایستی طرف حذف بشه. برخورد سلبی در بسیاری از جوامع جای خودش رو باز کرده متاسفانه. اینکه کسی به خاطر اینکه مثل ما نیست، مثل ما دین نداره، مثل ما رفتار نمیکنه، بایستی حذف بشه، خب تفکری است که در بسیاری از جوامع میبینیم و در متاسفانه در جامعه ایران خودمون هم شاهدش هستیم. اینکه چرا بسیاری از مردم هنوز چنین نگاهی دارن، تقصیر من هست، تقصیر من فرهنگی هست، تقصیر من روزنامه‌نگار، تقصیر من فعال اجتماعی هست که اونقدر تلاش نکردیم که ارتباط برقرار کنیم با طبقات مختلف این جامعه. چرا یک نفر به خاطر اینکه گرایش جنسی متفاوتی داره بایستی کشته بشه؟ چرا یک نفر به خاطر اینکه دین دیگری داره باید کشته بشه؟ چرا یک نفر به خاطر اینکه دلش میخواد دین نداشته باشه، چرا اون باید کشته بشه؟ آیا اختیار نداره؟ مگر ما عملا در خود قرآن نمیگیم که هر کسی اختیار داره چیزی رو انتخاب بکنه و اصلا در دین اکراهی وجود نداره؟ چرا خیلی از اون کسانی که میخوان با استفاده از دین افراد رو بکشن و جان بقیه رو بگیرن، این قسمت لا اکراه فی الدین رو نگاه نمیکنن؟ خب همیشه ممکن در آیت الکرسی یادشون بیاد که این ممکنه خونده بشه، اما عمل کردن بهش رو فراموش میکنن. اینکه تصمیم میگیرن برای گرفتن جان فردی از بقیه آیات استفاده بکنن، خب این مشکل بسیار بزرگه. ما الحمدلله میتونیم از همه چیز استفاده ببریم برای گرفتن جون مردم، ولی چرا برای محبت کردن و برای راهنمایی کردن استفاده میکنیم از بقیه آیه ها؟ چرا یاد نمیگیریم که در خود قرآن اومده که اگر قومی بخواد تغییر بکنه باید خودش رو تغییر بده؟ به نظر من ما ایرانیا بایستی حتی با همون آموزه هایی که داریم خودمون رو تغییر بدیم. بزرگترین تغییری که میتونیم بدیم این است که اولا مهربان باشیم، مسئولیت بخوایم از مسئولان به جای اینکه افراد رو بکشن برای که صورت مسئله رو پاک کنن، و همینطور یاد بگیریم که با افراد دیگر نگاهی انسانی داشته باشیم. به نظر من کارتونیستا میتونن کمک بکنن و حتی کارتون هایی رو به طور پیاپی در سایت ها و رسانه های مختلف، در تلویزیون ها، حالا چه به صورت تک تصویری چه به صورت انیمیشنی منتشر بکنن، برای اینکه ذهن بسیاری از مخاطبان رو آماده بکنن برای جامعه‌ای که کشتن درش یک گناه بزرگه، اعدام درش بایستی از بین بره. به نظر من مهمترین کار برای جامعه ما این است که اعدام رو اعدام کنیم. من به لحاظ اخلاقی، عملی و نتیجه مندی مصمما مخالف مجازات اعدامم، از این روی که
مجازات اعدام و رفتار تحقیر آمیز با مجرم در این روند ناقض کرامت انسانی است. مجازات اعدام به دولت اجازه می دهد که در حد یک بزهکار سقوط کند و خود به قتل دست یازد. مجازات اعدام ادامه ایده انتقام جویی در جوامع بدوی است، در حالی که در جوامع دموکراتیک ایده بازآموزی و تربیت بزهکاران هدف مهم مجازات است. مجازات اعدام به هدف جلوگیری از وقوع جرم از طریق ارعاب دیگر مجرمین بالقوه هم دست نیافته. تجربه ایران و ایالات متحده آمریکا، یعنی دو کشوری که مجازات اعدام در آنها شدیداً جاری است، نشان می‌دهد که اعدام به کاهش بزهکاری نینجامیده است. کافی است نگاهی بکنیم به شمار بزرگ اعدام شدگان در جمهوری اسلامی در ارتباط با مواد مخدر و میلیون‌ها معتاد موجود در کشور و بی‌سوار بودن همچین اقداماتی رو بسنجیم. جان انسانی یگانه است و مرگ ناواگشتنی. خطای دادگستری که به نابودی یک انسان بیانجامد جبران شدنی نیست. اعدام به ویژه اگر به سان جمهوری اسلامی در ملأ عام صورت بگیرد، اصولاً ولی در مورد جمهوری اسلامی حالت ملأ عام تشدیدش میکنه، جان آدمی را کم ارزش میکند و قساوت جامعه را بالا میبرد و نتیجتاً برخلاف قصد بنیادینش که کاهش جرم است عمل میکند. از این روی من هیچ دلیلی برای دوران مدرن در دنیای جدید برای ادامه وجود مجازات اعدام نمیبینم. 10 اکتبر که مصادف میشه با 18 مهر، از طرف سازمان ملل به عنوان روز جهانی مبارزه با صدور حکم اعدام نامگذاری شده و حدود 200 کشور در جهان وجود داره که 150 کشور اون و در واقع عضو سازمان ملل هستن. 150 کشور اون حکم لغو اعدام رو امضا کردن و دیگه در کشورشون اعدام وجود نداره و بقیه 50 کشور میتونم بگم که خیلی از اونا هم این به اصطلاح این قانون رو برداشتن، عملا اجراش نمی کنن. حدود 10-12% از این 50 کشور میمونه که یکی از اونها ایران هست، متاسفانه به تعهدات بین‌المللیش عمل نمیکنه و قانون به اصطلاح حکم اعدام رو در ایران پیاده میکنه، به طوری که سازمان ملل در سال گذشته رکوردی که داده بود اعلام کرد که ایران بعد از چین به عنوان دومین کشوری است که در جهان اعدام‌های زیادی درش صورت میگیره. ما دیدیم در بسیاری از رسانه‌ها حدود 380 نفر 378 نفر حکم اعدام صادر شده و حتی بعد از انتخاب آقای روحانی هم همین مسئله ادامه پیدا کرده. در نتیجه میتونم بگم خیلی متاسف هستم که ایران در کنار چین و عربستان سعودی همیشه به عنوان کشورهایی که حکم اعدام در اونها صادر میشه ازشون اسم برده میشه و از نظر به اصطلاح حکم اعدامی که در ایران برای کودکان زیر 18 سال البته خب دستگیر میشن و در 18 سالگی اعدام میشن، ایران مقام اول رو در دنیا داره. مثلا نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم اینجا این هست، با توجه به این که اعدام در ایران در بسیاری مواقع در ملأ عام صورت میگیره، مسئله خشونت رو در ایران بالا برده، به طوری که خشونت فیزیکی و خشونت لفظی به عنوان عاداتی در بین خانواده‌های ایرانی و در اجتماع کاملا به چشم میخوره که من فکر میکنم یکی از دلایلش همین اعدام در ملأ عام هست. من به عنوان یک زن و طرفدار حقوق جهانی بشر اعلام میکنم که اعدام در ایران ضربه‌ای به حیثیت و انسانیت
تمام ایرانیان چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور است و فکر میکنم همصدا با هم باید برای لغو حکم اعدام در کشورمون بکوشیم. من در این فرصت کوتاه مایلم به دو دلیل عمده مخالفت خودم با مجازات اعدام اشاره کنم. دلیل نخست این که مجازات اعدام به هیچ وجه باعث کاهش نرخ جرم نمیشه. مطالعات جرم شناختی نشان میده که بین شدت سرکوب در مجازات و کاهش جرم نسبت منطقی و معقولی وجود نداره. تجربه بیش از 97 کشور که به کلی مجازات اعدام را لغو کردن و بیش از 36 کشور که برای بیش از مدت 10 سال است که حکم اعدام را اجرا نمی کنن نشون میده که هیچ نیاز به احیای مجازات اعدام در هیچ موردی نسبت به هیچ جرمی وجود نداشته، چون لغو اعدام سبب افزایش نرخ جرم در کشورهایی که مورد اشاره بود نشده. حتی در کانادا آمارها نشون میده که 40% نرخ رشد جرائمی که مجازات اعدام داشتن بعد از لغو مجازات اعدام کاهش پیدا کرده. نکته دوم که مایلم بهش اشاره کنم اینه که لغو مجازات اعدام بخشی از فلسفه خشونت پرهیز رو تشکیل میده. در سایه مجازات اعدام نوعی خشونت سیاسی نهفته است و برای فراهم شدن دنیای عاری از خشونت مهمترین گام لغو مجازات اعدامه. از اونجایی که مجازات اعدام میتونه ابزاری باشه برای انتقام گیری سیاسی و در موارد انتقام جویی شخصی نظیر قصاص و تأمین عدالت با سرکوب و انتقام گیری امکان تحقق نداره، برای برقراری عدالت در گام نخست باید خشونت رسمی را از مقررات یک جامعه حذف کرد. امروز حقوق کیفری سرکوب مدار جای خود را به حقوق کیفری کرامت مدار داده. در حقوق کیفری کرامت مدار به تمام جوانب یک پدیده مجرمانه نگاه میشه و سپس به تعیین کیفر متناسب با اقدامی که صورت گرفته، اقدام مجرمانه که صورت گرفته اقدام میشه. و نکته پایانی که باید اشاره کنم و مایلم بهش اشاره کنم اینه که آیا مجازات اعدام در همه جای دنیا از جمله در ایران امکان عدم اجرا و لغو را داره؟ پاسخ من این است که بله، در ایران هم امکان لغو مجازات اعدام وجود داره و حتی در موارد مربوط به مقرراتی که ریشه و بنیاد مذهبی داره به طور دقیق امکان لغو مجازات اعدام هست. در گام اول باید در ایران اجرای علنی مجازات اعدام را برچینن و سپس گام برداریم در اینکه جامعه را آماده کنیم به ثبت لغو مجازات اعدام، چون در حال حاضر جز چند تا کشور که از انگشتان یک دست کمتر هستن مجازات اعدام را به طور جدی اجرا میکنن. مجازات اعدام در بسیاری از کشورها از قوانین کیفری و جزایی حذف شده. در یک گروه دیگری از کشورها حدود 30 کشور احکام اعدام صادر میشن ولی خب به اجرا گذارده نمیشن. در آمریکا تنها کشور غربی همراه ژاپن که مجازات اعدام هنوز از قوانین حذف نشدن، بیش از نیمی از ایالت‌ها این قانون رو حذف کردن، مجازات اعدام رو حذف کردند و برخی دیگر هم سالهاست که هیچ حکمی رو به اجرا نمی‌گذارند. ما باز هم شما رو دعوت می‌کنیم چند نظریه دیگر رو در مورد مجازات اعدام بشنوید. اگه بخوایم در رابطه با اعدام صحبت بکنیم، من فکر میکنم اولین چیزی که به ذهن خطور میکنه حق حیاته. حق حیاتی که ما نسبت به آن مسئولیت سنگینی داریم و باید خیلی مسئولانه و با حساسیت بسیار بالایی به آن نگاه بکنیم. من خودم شخصا مخالف اعدام هستم، چون بر این نظر نیستم که به همین راحتی یک نهادی، یک فردی، یک گروهی، سازمانی، دولتی، برادی بتونه این حق حیات رو از یک انسان دیگر بگیره. اگه منظور از اعدام
جنبه تنبیهی آن است. من فکر میکنم راه های دیگر و بهتری وجود داره برای تنبیه یک خاطی، برای کسی که به نوعی خطای کوچک یا بزرگی کرده. به طور کلی بهتر از ما فرصت حیات یا این حق حیات رو که یک بار به آدمی داده میشه در طول زندگیش ازش نگیریم، بلکه راه های دیگر تنبیه کردن رو در پیش بگیریم. در جامعه از طرف حاکمیت و اقتدار و دولت به حساب یا دستگاه قضایی و سعی کنیم در جهت توسعه بعد انسانی انسان یا انسانیت انسان بیشتر کار بکنیم تا مجبور به اعدام هیچ انسانی در سرزمین ما نباشیم. به طور کلی مخالف اعدام هستم، همچنان که حزب دموکرات کردستان هم در دیدگاه سیاسی و حقوقی خودش مخالف اعدام هست. با امید امروزی که در کشورمان ایران شاهد اعدام هیچ انسان ایرانی، هیچ شهروند ایرانی نباشیم. ترجیح میدم به جای اینکه بخوام در مورد نحوه اعدام یا بد بودن اعدام صحبت کنم، چون که یه چیزیه که همه میدونیم، همه بهش اشراف داریم و احتمالاً ما بقیه مهماناتون هم در این مورد صحبت میکنن، در مورد کسایی که میرن اعدام رو تماشا میکنن صحبت کنم. تماشا کردن اعدام در رواج خشونت در ناخودآگاه ماست. حداقل ماها یکم بزرگتر هستیم، به قول معروف یکم آدم بزرگتر هستیم، با سیاهی دنیا آشنا شدیم. بیایید بچه ها رو دیگه با این سیاهی و پلیدی که تو دنیامون فراگیر شده آشنا نکنیم، حداقل بچه ها رو نبریم واسه دیدن اعدام. نمیدونم چه جذابیتی داره، چه لذتی داره پنج صبح بیدار شدن، این همه راه رفتن تا صحنه اعدام و دیدن صحنه اعدام. باور کنید اون شخصی که داره میمیره یک انسانه، مثل من، مثل شما، مثل خیلی های دیگه. نمیدونم چی باعث میشه که به خودمون اجازه بدیم که مرگی هم نوع خودمون رو بخوایم ببینیم و یک طوری تشویق کننده این سیاهی و این پلیدی در دنیامون باشیم. مجازات مرگ یک مجازات برگشت ناپذیره. اگه دادگاه یا قاضی اشتباه کنه یا از قدرت خودش سوء استفاده کنه، میتونه یک انسان بیگناه رو با مسئولیت و پشتیبانی عمومی به کل جامعه به قتل برسونه. تو فلسفه مجازات دو سه چیز وجود داره که این سه چیز هیچ کدومش در مورد اعدام یا مجازات مرگ بر نمیگرده. یکی اصلاح مجرمه، دو اصلاح جامعه است، و سومی احقاق حقیه که زایع و زایل شد. مجازات مرگ هیچ کدوم از این سه مورد رو بر نمیگردونه، چون پس از اعدام اون مجرم دیگه زنده نیست که اصلاح بشه. مجازات مرگ ادامه چرخه خشونته و مجازات مرگ نمیتونه خشونت رو متوقف کنه. این رو توی آمارهای زیادی میتونیم ببینیم. توی کشورهایی که هنوز مجازات مرگ وجود داره، جرائمی که به قتل منجر میشه خیلی بیشتر هست تا جامعه‌ای که مجازات مرگ رو برداشتن. خود مجازات مرگ یکی از ضد و نقیض‌های بسیار بزرگی که توی فلسفه وجود بشریت وجود داره. مجازات مرگ مجازاتیه که حق حیات رو سلب میکنه و حق حیات رو هیچ انسانی نمیتونه از دیگری سلب کنه. به همون دلیلی که یک کسی که قاتله یا مجرمه برای بس قتل یه نفر متهم هست، با کاری که کرده حق حیات یه نفر رو سلب کرده، باید مجازات حتما بشه. ولی با این کار، یعنی قتل دومی صورت میگیره که خود جامعه اون رو مرتکب میشه، حال از طریق قوانین یا از طریق اون تفویض اختیاراتی که به قوه مجریه و قضاییه میده. حکومت خودش مقصره در ایجاد قتل اول، چون اون فرد در جامعه که قاتل به دنیا نیومده، یا کمبودهایی در پرورش و آموزش بوده، یا کمبودهایی توی رسیدگی به زندگی اون شخص بوده، یا مریضی هایی باعث این مسئله شده. در هر صورت حکومت به عنوان یک دستگاهی که از طرف شهروندان به کار گمارده میشه برای اینکه جامعه رو تربیت بکنه، جامعه رو از ناراحتی ها و بدبختی هاش نجات بده و رفاه بیاره برای جامعه، دقیقا
نتونسته این مسئولیتش انجام بده و باعث این شده که فردی ارتکاب جرمی به این بزرگی رو که حق حیات از کسی دیگه سلب بکنه. خب من با حکم اعدام به طور کلی مخالف هستم. به نظر من حکم اعدام یک حکم غیر انسانی است. دلیلش هم خب خیلی مشخصه. ببینید، کافی ما کمی فکر بکنیم و جستجو بکنیم در فرهنگ ایران. از تک تک دوستان، بچه‌هایی که این به اصطلاح عبور مزدار رو آویزون میکنن تو گردنشون، از اونا میخوام که یه جستجو بکنم، حتما میتونن پیدا بکنن کلامی از زرتشت که میگه آن کس از همه والاتر است که راه کشتن رو میبندن. خب 4000 سال پیش، 5000 سال پیش این از ایران اومده. دوباره بخوام برگردم به وضعیت فعلی حکم اعدام، ببینید حکم اعدام در مملکت ما انتقامی هست، یعنی که بحث قصاص هست، انتقام جویی هست و بعدن اعدام سیاسی، که سیاسی خب قطعا خبری ازش به گوش نمیرسه و قطعا عمومی نخواهد شد. ولی ببینید، ما با حکم اعدام هایی که داریم، مثلا به دلیل حمل مواد مخدر، این میتونه یک بهانه بشه برای اینکه خیلی از دوستان و هموطنانی که فعال سیاسی هستن هم به سادگی به همین اتهام اعدام بشن. خب اگر حکم اعدام وجود نداشته باشه در ایران، طبیعتا ما زندانی سیاسی هم نخواهیم داشت که کشته بشه. من تلاش میکنم خیلی ساده این مسئله رو عنوان بکنم. دیدن یک انسان که داره جان میکنه، داره کشته میشه، هیچ لذتی نداره، هیچ منظره خوشایندی نیست. من نمیدونم چرا ما همیشه دوست داریم که این منظره رو تماشا کنیم، با موبایلمون ازش فیلم بگیریم. این واقعا تصویر ما ایرانی ها رو در جهان خدشه‌دار میکنه. خب ما به هر حال میگیم که یک تمدن بزرگ چندین هزار ساله رو به دنبال میکشیم و ایران تمدن و فرهنگ و همه اینا از ایران میاد. به هر حال اگر این کارو بکنیم، اگر این تصویر رو به جهانیان بدیم، تصویر غلطی. خب ببینیم، وقتی که ما بحث مخالفت با اعدام رو مطرح میکنیم، میخوایم بگیم که به هر حال قطع حیات هر انسانی به صورت عمدی و عدوانی یک اقدام غیر انسانی است. حتی اگر که اون شخص اقدام کرده باشه به قطع حیات دیگری، و اساساً غیر از این فلسفه زیربنایی مخالفت با اعدام که برمیگرده به این که هر کسی یک بار زندگی، یک بار به دنیا میاد و زندگی و حیات ارزش اون رو داره که در هر شرایطی حفظ بشه، حتی اگر که اون شخص مرتکب رفتار زشتی شده باشه. غیر از این یک دلایل دیگری هم داریم برای اینکه میگوییم اعدام شیوه ناپسندیه، برای اینکه مخصوصا در کشوری مثل کشور ما به این گستردگی عمل بشه و بدون احساس مسئولیت دربارش حکم صادر بشه و این احکام اجرا بشه و دربارش از همه مهمتر قانونگذاری بشه. کما اینکه در قوانین ایران همونطور که میدونی تعداد اون رفتار و اعمالی که بهش عنوان مجرمانه دادن و در خور مجازات اعدام اینقدر زیاده و به اندازه رفتار طبیعی انسانها رو در بر میگیره که دیگه حتی نمیتونیم بگیم که اعدام هایی که در ایران صورت میگیره لزوماً در برابر قتل عمد انجام میشه. حتی نهادهای سازمان ملل متحد هم در اون متون حقوق بشری که تا حالا انتشار دادن و دولت ایران هم پارهای مهمی ازش رو امضا کرده، توجه میده به اینکه اولویت با این است که اعدام لغو بشه و در درجه دوم
اگر قرار است که به هر دلیلی حفظ بشه، مجاز اقدامات و جرائم بسیار شدید رو در بر بگیره. مثلا فرض کنید که قتل های عمد به کرات رو در بر بگیره، نسل کشی رو در بر بگیره. اما در همه حال ما شاهد بودیم دست کم در این 34 سال که رویارو بودیم با قوانین خشونتبار قانون مجازات اسلامی که برخلاف ادعایی که بوده و هست از زمانهای گذشته تا کنون از طرف حاکمان کشور ایران اعدام نتوانسته مانع تکرار جرائمی بشه که به مناسبتش تعداد زیادی از افراد اعدام شدن. به علاوه اعدامی که در ایران به صورت گسترده مخصوصا در سالهای اول انقلاب و بعد در سال 67 اتفاق افتاده، هیچ گونه مجوزی باقی نمیگذاره برای اینکه بگوییم که اعدام در ایران نفعی داشته حتی برای حکومت. فقط ایجاد کینه کرده، ایجاد حس انتقام جویی کرده و شرایطی رو به وجود آورده که حتی گفتن اینکه ببخش اما فراموش نکن در این مجموعه قابل تحمل نیست برای کسانی که عزیزانشون از دست دادن. و به علاوه همونطور که گفتم به هیچ وجه از تعداد و آمار جرائمی که ادعا میکنن با اعدام خواستن اونها رو کنترل بکنن کاسته نشد. حالا با هم چند کاریکاتور که توسط کارتونیست های ایرانی در رابطه با مجازات اعدام کشیده شدند، کاریکاتورهایی از کیانوش رمضانی و نیکوهنگ کوثر رو با هم ببینیم. به امید روزی که مجازات اعدام، قصاص و سنگسار از قوانین کشورمون حذف بشن. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه، ولی در خاتمه لازم میدونم یادآوری کنم که جمعه 11 اکتبر روز جهانی دختران نوجوان است و در این روز نام برنده جایزه صلح هم اعلام خواهد شد.
یک دختر نوجوان پاکستانی ملاله یوسفزئی که به دلیل مبارزه برای حق تحصیل دختران فعالیت داشت و طالبان تلاش کردند اون رو به قتل برسونند، یکی از کاندیداهای جایزه نوبل صلح. ما امیدواریم که کسانی که در گزینش برنده جایزه نوبل صلح دست دارن رأیشون ملاله باشد. اگر شما، چون برنامه ما در اینجا به پایان میرسه، طبق معمول با یادآوری میکنم که ما یک صفحه فیسبوک هم داریم برای اینکه شما نظراتتون اونجا منعکس کنید. البته اگر بخواید برنامه های گذشته شبنامه رو ببینید میتونید به یوتیوب مراجعه کنید، کانال ما اونجا اسمش هست شبنامه رها تلویزیون. تا برنامه بعدی شاد و تندرست باشید.